بوش میدان گلوله‌باری ماموران امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به سرعت به سمت ترامپ شتافتند و رئیس جمهور پیشین آمریکا را از صحنه بیرون کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها این رویداد به عنوان یک سوء قصد به جان رئیس جمهور پیشین آمریکا زیر تحقیق قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ با نشر پیامی در رسانه‌های اجتماعی گفته است که فرد تیرانداز کشته شده است و در این گلوله‌باری یکی از اشتراک کنندگان این گرده همایی نیز در اثر زخمی که برداشته بود جان باخته است. اما اداره خدمات مخفی آمریکا در رسانه اجتماعی اکس نوشته است که دو نفر در این گلوله‌باری زخمی شدند، نه یک نفر. دونالد ترامپ در مورد قربانیان این رویداد گفت: مهمتر از همه می خواهم به خانواده فردی که در گرد همایی کشته شد و همچنین به خانواده فرد دیگری که به شدت زخمی شده است تسلیت بگویم. باور نکردنی است که چنین اقدامی می تواند در کشور ما رخ دهد. در حال حاضر چیزی در مورد تیرانداز که حالا کشته شده است در دست نیست. اندکی پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که او در مورد گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ در پنسیلوانیا مطلع شده است و از اینکه حال ترامپ خوب است و امن است سپاسگزار شد. بایدن در این اعلامیه همچنین گفت که جای برای این نوع خشونت در آمریکا وجود ندارد و افزود که ما همه باید به عنوان یک ملت متحد شویم تا آن گلوله‌باری را محکوم کنیم. این مفکوره که خشونت سیاسی و یا خشونت مثل این واقع در آمریکا شنیده نشده است مناسب نیست. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با نشر اعلامیه ضمن آرزوی بهبودی برای ترامپ گفت: همه ما باید این اقدام نفرت انگیز را محکوم کنیم و سهم خود را انجام بدهیم تا اطمینان حاصل شود که این اعمال سبب خشونت بیشتر نشود. گلوله‌باری در گرد همایی ترامپ تهدید برای تشدید و پیچیده تر کردن رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی که از قبل با دشواری مواجه بوده است. دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد ترامپ در رسانه اجتماعی اکس تصویری از پدرش را منتشر کرده که در صورتش خون مشاهده می شود و با مشت دستش را بلند کرده است. او در این پیام نوشته است که پدرش هرگز از مبارزه برای نجات آمریکا دست نخواهد کشید. داک برگم والی دکوتای شمالی، مارکو روبیو سناتور فلوریدا و جی دی ونس سناتور اوهایو سه مردی که در فهرست نهایی ترامپ برای معاونت ریاست جمهوری قرار گرفتند، همه به سرعت با نشر اعلامیه‌های نگرانیشان را از این رویداد بیان کردند. میچ مکال رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای کنگرس ایالات متحده نوشته است: خشونت در سیاست ما جای ندارد. او از کار سره اداره خدمات مخفی و سایر مجریان قانون قدردانی کرده است. جاش شاپیرو والی پنسیلوانیا از حزب دموکرات با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود گفته است که از این رویداد مطلع شده و پلیس پنسیلوانیا در محله گرد همایی حاضر است. سه رئیس جمهور قبلی آمریکا، هر یک جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و باراک اوباما و بسیاری از رهبران جهان این سوء قصد به جان دونالد ترامپ را محکوم کردند. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.